قبول کن رفتار دیشب تو زیاد خوب نبود. خوب نباید پرخاش میکردی. به هر حال این یه سوء تفاهم بود. احسان جان حرف منو میشنوی؟ تو رو خدا جواب بده. ببین آقا مرتضی به خدا قصدی نداشت. الان خودشون اینجا هستن. میخوای باش صحبت کنی ها؟ تو رو خدا حرف بزن. ببین ما باید گذشته ها رو فراموش بکنیم. باید به فکر آینده باشیم. آها میدونم لابد فکر میکنی که اگه بخوای حرف بزنی من دوباره حالم بد میشه. ولی اینجوری نیست. به خدا من خوشحال میشم احسان. تو رو خدا حرف بزن. الو الو زد کرد. شاید اصلا اون نباشه. چرا خودشه؟ داره لجبازی میکنه. خب آهان دیگه پس معلوم شد دیگه شناسنامه میخواد واسه چی؟ اگه لجبازی میکنه معلومه پسر کیه دیگه. خیلی خوب من رفتم. مواظب خودت باش. لجباز آقا لجبازه. میخواد ما رو تشنه نگه داره تا پای معامله قیمتو بیاره بالا. این پسره چی شد؟ شهرام دبه کرده آقا. میگه میخوام فکر کنم. میگه دارم رو مخش کار میکنم. هیچ ضرب العجل بده. بگو جای احسانو نشونمون بده. بهش گفتم 48 ساعت وقت داری. میدونی آقا اگه این پسره اسناد و مدارکو بیاره ما تقریبا میتونیم همه چی رو مجانی تموم کنیم. به همه جا زنگ زدم به خدا. آخرش فهمیدم رفته بیمارستان. با اونجا که تماس گرفتم گفتن از اینجا رفته. حتما رفته حال افسانه رو بپرسه. نمیدونم. شما میگین برمیگرده؟ انشالله که برمیگرده. سلام. ببخشید نمیدونستم اینجا تشریف دارین. سلام علیکم. مزاحم شدم. اختیار دارین. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. هنوز پیداش نشده؟ والا هنوز که خبری نیست. راستش چند روزیه میخواستم یه مطلبی رو با شما در میون بذارم. شاید بتونیم به همون یه کمکی بکنیم. خواهش میکنم بفرمایید. ببینید زهرا خانم من میدونم با درد دلایی که افسانه برای شما کرده شما تمام کوچه پس کوچه های زندگی ما رو دور زدید. اینم میدونین که داره معالجه افسانه یواش یواش دیر میشه. میخواستم ازتون خواهش کنم کمک بکنین. شاید بتونیم یه طوری اونو از خر شیطون بیاریم پایین و راضی بشی که خونه رو بفروشه. اینجور خونه ها مشتری طالب میخواد. الانم مشتری پاش نشسته. من چه کمکی میتونم به شما بکنم؟ گفتم شاید شما بتونین راضیش بکنین که قبول کنه خونه رو بفروشه. آخه من خودم هم هنوز منطق فروش این خونه رو نمیدونم. این چه حرفیه زهرا خانم؟ منطقش وقتی افتاد مرد مشخص میشه؟ اون وقتم مال دنیا به چه درد میخوره؟ من میگم با دکترشون مشورت کنیم. اگر که ایشون صلاح دونستن که در خارج از کشور معالجه بشن چشم من رازشون میکنم که این کارو بکنن. ولی در غیر این صورت من با خرجای اضافی اصلا موافق نیستم. دست شما درد نکنه خانم. من شنید بودم که شما خانم تحصیل کرده ای هستین. خرج اضافی کدومه خانم؟ تا اونجا که من میدونم افسان جان نسبت به این جمله که خونتو بفروش حساسیت پیدا کرده و اصلا دوست نداره این جمله رو بشنوه. اما اگه شما بگین قبول میکنه. باشه. اصرار شما باعث میشه که من غیر مستقیم از ایشون بخوام که به فکر معالجهشون باشن. اما چشم سعی میکنم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. والا خدا پیغمبریشم که بخواین همینه. بفرمایید میوه؟ بفرمایید زهرا خانم. افسر تعارفشون کن. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید میوه میل کنید. چه من گم مادم. این قایم موشک بازیه یعنی چی؟ آقا جون
شما یک بارم که شده اجازه بدید من خودم تنهایی کار کنم. نهولا راخی استالو پسنده ماشالله استا. ببینم مرد حسابی تنهایی چی کار بکنی؟ ها؟ تو الان یه هفته از دفتر نمیای؟ ها؟ ببینم خودت دفتر زدی؟ بابا دفتر کدومه؟ ما هر وقت اومدیم یه بار کار کنیم شما گفتی بی عرضه‌ای. خب میخوام عرضه‌مو نشون بدم دیگه. شوخی میکنه پسرم، تو خیلی هم با عرضه‌ای. جانم چخ دانش مایله بلدی سن خالص من با شما دا. اگه این عرضه داشت الان لاغل برای خودش یه آپارتمان صد و نه اون دلش بستن یا آپارتمان 20 متری برای خودش داشته. خونه میخواد چیکار؟ مگه تو میذاره زن بگیره؟ اه مگه من نرفتم خواستگاری؟ ها؟ مگه من آبروم و کف دستم نذاشتم رفتم برای این آقا به سر خواستگاری؟ ها؟ خیلی خوب خیلی خوب بازم میرم بازم میرم. آقا اصلا برو زن بگیر، برو همین الان برو. اساسا همه این اشتباه ها میکنن، همه شهرام هم روش. حالا هی منو کوچیک کنید. خب 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 این رفیقت که میاد اینجا ها؟ این رفیقت مثلا ما هم خبر نداریم خودمون رو زدیم به اون را. با تو چیکار داره؟ شما از کجا فهمیدید آقا جون؟ ولش کن، با تو چیکار داره؟ من نباید بدونم. خب خب راستش احسان از فرانسه اومده. میدونم میدونم. چرا اومده تو خونه ما؟ مگه تو فرانسه چند بار رفتی خونه اون که اون روز و شب اینجاست؟ ها خب خیلی رفتم. اونجا ایرانی همیشه با هم میپرن چون گروه خونشون به اونا نمیخوره. من و احسانم همیشه با هم بودیم، خیلی زحمتمو کشیده. آها یعنی این که تو میخوای تلافی بکنی ها؟ آره دیگه. پسر تو هم اونو از کار زندگی انداختی هم خودتو. بابا داریم کار میکنیم با هم. بابا اساساً تو این هفته گذشته چند بار اومدی دفتر؟ چند بار؟ آقا جون اونم کاره دیگه. خب چه کاری؟ خب شما نمیذارید که آقا جون. همین نیم وجبی یه کارخونه داره تو جاده کرج، ارث باباشه، 1,000,000,000 تومان قیمتشه. خب سننه؟ خب قرار من معاملش کنم دیگه، میدونی کمیسیونش چقدر میشه؟ خب چرا این معامله رو نمیارید تو دفتر خودمون انجام بدیم؟ همینجوری که نمیشه، کار داره. من که باور نمی کنم. ببین بهت 48 ساعت مهلت میدم تا تکلیف این معامله رو روشن کنی، فهمیدی یا نه؟ چطوری احسان؟ شما من از کجا میشناسین؟ سلام. از توسل به حضرت عباس علیک السلام. بیا تو. نه مرسی، من باید برم. خیلی ممنون. کجا؟ باید برم مسافرخونه. هر کی در خونه ارباب بشینه در به روش وا میشه. امشب مسافر خونه حضرت عباس باش. بیا تو. تعارف نکن، بیا تو. همه جا رو مه گرفته بود. وارد مه که شدم احساس کردم رو ابرو دارم را میرم. دور و برمو که خوب نگاه کردم دیدم پر از پرچم و علم و زنجیر و این چیزا بود. نگاه کردم دیدم آخر این مه یه نور سبز خیلی قشنگ است. منم همینجوری میرم بهش نزدیک میشم. عجیب.
عجیبه. نشده تا حالا چند بار یه جور خواب ببینم، اما این خواب تو زندگیم بارها تکرار شده. خیره انشالله، حتما خیره. فکر کنم یه سفر خوب در پیش داری. محرمم که نزدیکه، شاید سفر کربلا باشه. نمیدونم والا، آخه کربلا رفتن پول میخواد، ضمن اینکه باید تو نوبت بود. قربون امام حسین برم، اول دعوت میکنه بعد همه بساطشو فراهم میکنه. اگه تعبیر درست باشه همه چیزو جورش میکنه، ایمان دارم. والا راستش من اصلا هیچ وقت به کربلا رفتن فکر نکرده بودم، یعنی تو حال و هواش نبودم. هر موقع هم افسر به من میگفت که بیام جلسه شما کلا شرکت کنم تو این مراسم، بهش میگفتم اصلا من اصلا اهلش نیستم. بعد یه روزی به من گفت حالا تو یه نظری بکن، تا اینکه من اومدم خونه اکرم خانم. اومدم خونه اکرم خانم و نشستم پای روزه شما و دیگه از خود افسر میتونیم بقیه ماجرا بپرسیم. بهش گفتم ای کاش زودتر به من معرفی کرده بودی، ای کاش من زودتر از این اومده بودم اینجا. اختیار داری عزیزم. به خدا جدی دارم میگم، بدون تعارف. خواهش میکنم. حالا یه چیزی بهت نشون بدم. این قرآن منو میبینی؟ مال سفره عقد منه. سالها بود سراغش نرفته بودم، روش پر گرد و خاک بود، تا اینکه اومدی زهر خانم گل، گرد اینو بر من پاک کردی. الان اونقدر بهش عادت کردم. از طریق این با خدا چقدر قشنگ ارتباط برقرار میکنم و چقدر خوب جوابمو میده، نمیدونی زهر خانم. و امروز آیت الکرسی خوندی، یاد خوابت افتادی. همون آیه‌ای که تو سفر رو میخونن دیگه، نه؟ آره، منتهی این سفر یه سفر عجیبه. یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی همون خواب تو، رفتن از تاریکی به سوی نور. لا اله الا الله، هرچی خدا بخواد. آرزوم اینه که برم کربلا، اما تا حالا قسمتم نشده. برام دعا کن. من؟ آره دیگه، پس من پدر صلواتی رو نگاه. اما سفر شما هنوزم زود عصبانی میشی؟ برای بزرگتر آره. میگم خوب یادت مونده ناغلا. آره برای بزرگتر همیشه، ولی برای کوچکتر اصلا. البته یه بار اون موقع که من کوچک بودم شما سر من داد زدید. کدوم یه بار؟ یه بار یادتونه توی حسینیه اومدم دست دادم به پارچه چیز کتل. کتل افتاد و شما سر من داد زدین، البته زودم پشیمون شدین، یه زنجیر بهم دادین و گفتین بیا حسینیه برای حضرت عباس زنجیر بزن. آره گفتم. امو سفر میگید که چرا سر کوچکترا داد نمیزنی؟ خیلی پرسجو میکنی، این یه رازه بابا جون، یادم بنداز بعدم برات بگم. نمیدونم چرا این چیزا یادم مونده، چون من از امو سفر میدونی از بچگیم زیاد چیز خاصی رو یادم نیست، یعنی خاطرات زیادی برام تو ذهنم نمونده. اکثرا فقط دعواهای پدر مادرم و یعنی تنهایی با مادرم بدون پدرم و تنهایی با پدرم بدون مادرم، همین و اون زنجیری که شما بهم دادین. از بچگی مثلا دوست داشتم که من زنجیری داشته باشم، اون تا پدرم برام نمیخرید. اما احسان چرا دوست نداشت بخره؟ نه اینکه دوست نداشته باشه بخره اما سفر، ولی همیشه تنبلی میکرد و نمیخرید. خودش البته همیشه هیئت میرفت، یعنی توی خیلی هم جالبه توی محرم هیچ موقع لب مشروب و الکل و اینجور چیزا نمیزد، میگفتش که حرومه و توی این ماه هیچ کس نباید از این کار را بکنه. مادرم هم همیشه مسخرهش میکرد، میگفتش که تو مگه حلال و حروم سرت میشه؟ اونم میگفت نه، من این ماه ماه محرمه، ماه حسینه، خلاف ملاف چی؟ قلاف.
میدونید عمو سفر، اون زنجیری که شما بهم دادین من با خودم بردم فرانسه و هیچ کس اصلا نفهمید که این چیه و باهاش چی کار میکنن. و مرسی، خیلی ممنون. هیچکی نمیدونست، یعنی راستش عمو سفر من خودم هم نمیدونم که خب چرا سینه میزنن، دست را میفته و اصلا زنجیر اینا نمیدونم. یه رازه، بعدم برات میگم. خب کی میگین؟ وقتی که وقتش برسه. عمو خب وقتش کی میرسه؟ هر وقت که اثر بیشتری داشته باشه. عمو سفر شما اینجایین؟ یعنی خونتون همینجاست؟ من عمو جان مثل اون مهر نماز این مسجدم که وقف شده تو این حسینیه. حالا فهمیدی؟ آره بابا جون، مثل همون مهر. هیچ کس هم نمیتونه منو از این حسینی بیرون بکنه، هیچ احدی نمیتونه. یه خونه بزرگم دارم که دادم دست دخترم و دامادم دارن زندگی میکنن. اینجا خونه منه، حسینیه حضرت ابوالفضل العباس. همین. اما سفر از بچگی من کیف دیدن دسته رو دیگه نچشیدم. یعنی این حسینیه همه خاطرات بچگی منو زنده میکنه. بعد میگن که چرا عمو سفر تو زود عصبانی میشی؟ خب عمو جان یه چیزای اینجا هست که توی فرانسه نیست. چای تو بخور. آخی آخی من توی محله عمو سفر دست خیلی زیاد دیدم. خب ولی میدونین که میدونی برای چی اومدم اینجا؟ نه چرا؟ دسته حسینیه شما. حسینیه من نه، حسینیه حضرت ابوالفضل العباس. معذرت میخوام، ببخشید. ملک طلق بابام که نیست که. باشه عمو سفر، چرا عصبانی میشید حالا شما؟ این دسته حسینیه حضرت ابوالفضل العباس یه فرقی با همه دسته ها داشت که من همیشه خیلی خوشم میامد اون موقع بچه که بودم. خب. و اونم فرقش این بود که همه دسته ها بچه ها رو آخر صف میچیدن. یادم. ولی شما، من یادمه که بچه ها رو میامدی اول صف میچیدی و نمیدونم هم البته چرا و همیشه برام سوال. یادته ناغلا. اینم یه رازه که بعدن برات میگم، بعدن انشالله. خب یعنی نمیشه اینو الان بر من؟ بعدن. خب واقعا این که شد همش بعدن. خلاصه این که سینه ی آدم باید مخزن رازهای نهفته باشه. من چقدر حرف زدم، خسته شدی؟ نه نه به خدا اصلاً. مگه می شدم از حرفای تو خسته بشه؟ هندونا افتاد، حسابی ضرر کردم. بله؟ الو؟ الو؟ احسان، اگه تویی حرف بزن، من از این ادا خوشم نمیاد. اگه دوست نداری نیا. خب تا حالا 10 بار زنگ زده، منم همه چی رو پای تلفن بهش گفتم، اینجوری خیلی بهتره. خب بس کجا میتونی که خودشه؟ خودشه، برای اینکه هم میخواد یه حالی از من بپرسه، هم یه جوری به من حالی بکنه که به فکر من هست. بله. الو، خوب گوشاتو واکن ببین چی دارم میگم. من از آدمی که تاخچه بالا بذاره و قیافه بگیره و حتی جواب مادرشو نده خوشم نمیاد. این خونه متعلق به توه، هر موقع خواستی بیای قدمت رو چشم من. اگرم دوست نداری، خب مگه تو این 16 سال چی کار کردین؟ تو بابات منو ترک کردین و رفتین، منم عادت کردم. خب نیا. تو اگه به فکر مادرت بودی از دیشب تا حالا یا حتی همین امروز صبح میتونستی یه تماسی با بیمارستان بگیری. بیای پیشم. اومده بود بیمارستان؟ کی؟ افسر زنگ زده پرسیده، گفته اومده و رفته.
ببین لجبازی نکن عزیز دل من. من الان بیشتر از هر وقت دیگه به تو نیاز دارم. کم کم دارم متوجه میشم که حرف تو درست بوده. به خاطر من نیست که اطرافیان اینقدر به فکر فروش خونه افتادن. همه دوست دارن این خونه رو از چنگ من بیارن بیرون. ببین من الان به کمک تو نیاز دارم. ازت خواهش میکنم. میخوام اشتباهم رو جبران بکنم. اشتباهات گذشته، دوری تو، نبود سادات. آخه تو مرد این خونه بی‌معرفت. چجوری غیرتت قبول میکنه که بعد 16 سال بیای پیش مادرت سر نزنی؟ تو رو خدا اینقدر غرور منو نشت کرد. بد نیست گاهی هم غرور آدم رو بشکنه. یا الله صاحب خونه اجازه هست؟ ای بابا من نتونستم به این آدم بفهمونم که زنگ بزن و وارد خونه بشه. اینجوری زشته. بفرمایین تو آقا مرتضی. صاحب خونه اجازه هست؟ سلام. سلام خاله. سلام. حالتون چطوره؟ خوبی؟ خوبم. حدس می‌زدم که باید مهمون داشته باشین. زنگ خونه خراب بود آقا مرتضی؟ نه چطور مگه؟ صداشو نشنیدم. معذرت می‌خوام. راستش ما دیگه عادت کردیم بدون زنگ زدن وارد خونه بشیم. ببخشید. نگفتم بابا. ببینم این پسره امیر نیومد؟ احسان. خیلی خوب این پسره احسان نیومد؟ نه زنگ میزنه ولی حرف نمیزنه. منم خیلی نگرانشم. معذرت میخوام زهرا خانم. اون مطالبی رو که خدمتون عرض کردم به افسانه خانم گفتین. ببخشید کدوم مطالب؟ امروز من رفته بودم منزل آقا مرتضی که ببینم احسان رو پیدا کردن یا نه. اونجا حرفهایی زده شد که نه آقا مرتضی جاش نیست که بگم. یا شاید اصلا به من ارتباطی نداره که بگم. در کار خیر که ارتباط لازم نیست خانم. شما خودتون خوب میدونین که این یه امر خیره، یه کار خیره. مهناز. بله. یه چای بیار پدر. چشم. از شما که آدم تحصیل کرده ای هستین و یه خانم جلسات مذهبی اصلا انتظار نداشتم که به قول خودتون عمل نکنین. من یادم نمیاد قول داده باشم. من فقط گفتم چشم. سعی میکنم مطرح کنم. ولی شما سعیم نکردین. چرا من سعی کردم بگم؟ ولی اونقدر حرفای شیرینتر و قشنگتر گفته شد که به اون نرسیدم. ممکنه منم بدونم راجع به چی دارین حرف میزنین؟ بعضی آدم بزرگا این بچه ها میمونن. باید بهشون بگی چه چیزی جیزه چه چیزی خیره. اما من فکر میکنم افسانه خیلی خوب و بد رو تشخیص بدن. بله در خیلی از موارد بله، ولی این مورد به خصوص نه. لطفا تمومش کنی. افسانه جان در مورد فروش خونه من خوب گوش کن مرتضی. برای آخرین بار دارم بهت میگم. من وقتی هم که بچه بودم یادم نمیاد که دست به دیوار گرفته باشم یا کسی منو تاتی تاتی برده باشه تا راه رفتن رو یادم بده. من همیشه رو پای خودم واستاده بودم. نه افسون نه افسر هیچ کدوم مثل من نبودن. بله من میدونم که نه. حرف نزن. پدر من حتی اجازه نداشت تصمیم گیری من دخالت بکنه. شوهر منم نتونست تصمیم منو عوض کنه. من همیشه رو پای خودم واستادم، خودم تصمیم گرفتم اگرچه اشتباه. حداقل تو یکی این خصوصیات اخلاقی منو میدونی؟ بله من این خصوصیات اخلاقی تو رو همه نزن. گفتم حرف نزن. تا زمانی که این خونه وارث نداشت من راضی به فروشش نبودم. الان حالا وارثش پیدا شده که. وارثش کیه؟ احسان. تو خوابی افسانه، تو خوابی. هنوزم معتقدم. حرف نزن. تو یه آدم بدخلق، یه آدم عصبی، یه آدم لجباز و لجوج و کینه‌ای هستی، یه آدم خیالاتی هستی. ببین تو خودت خوب میدونی من دنبال پولت نیستم. منت سرت نمیذارم. ولی خیلی کارا برات کردم که اصلا نگفتم. الانم اصلا به زبون نمیارم و هیچ حرفی نمیذارم. شاید آقا مرتضی راست بگن.
اگه تو دوراهی بودی میخوای یه استخاره من بکنم؟ استخاره مال زمانی که دم سر دوراهی باشه. من الان عقلم حکم میکنه که یک راه بیشتر وجود نداره و اون اینه که من خونه رو نمیفروشم آقا جون، نمیفروشم. چرا نمیفروشی؟ برای کی نگه میداری؟ تا چی؟ فکر میکنی تا چی هستی؟ تا زمانی که زندم. بله تا زمانی که زنده ای، ولی تا چی زنده ای؟ تا هر وقت که خدا بخواد. حالا که خودت باور داری که بچه نیستی و جرأت همه چیز رو داری، به منم این جرأت رو میدی که حرفمو بزنم. بذار صاف و پوسیانده حرفمو بهت بزنم، ولی تو خودت خواستی، درسته؟ خیلی خوب، هر چی دلت میخواد بگی بگو، من جرأت شنیدن خیلی چیزا رو دارم. باشه، تو خیلی زنده نمیمونی. سرتون دکتر محمودی کجا هستن خانم؟ سلام علیک. پرسیدم دکتر محمودی کجا هستن؟ به بیماراشون سر میزنن. سلام خانم کاشفی، حالتون چطوره؟ کدوم مجوز پزشکی به شما اجازه داده که حقیقتو به بیمارتون نگین دکتر؟ بفرمایید. اتفاقی افتاده؟ اینو من باید از شما بپرسم. متوجه نمیشم. چرا متوجه میشین دکتر؟ ولی مثل همیشه نمیخواید بره خودتون بیارین. ببینید خانم کاشفی، اگه صراحتاً دلیل توهین شما رو نفهمم، اصلاً لزومی نمیبینم که با شما هم کلام بشم. من اونقدر بچه نبودم که شما مسئله سرطان منو برید به شوهر خواهرم بگید. متوجه اید؟ از کجا میدونید که راست گفته؟ برای اینکه اونقدر احمق نیست که حدس نزنه من میام پیش شما و میگم. چرا؟ این مرد اونقدر احمق است که مطلب و وارونه جلوه بده. شما چیو دارین از من پنهون میکنی؟ بله؟ یک زن تنهایی که 16 سال قبار مرگ روی روح و روانش نشسته رو دارین از مرگ میترسونی؟ کاش زودتر از اینو با من گفته بودین. تا چی؟ باش مبارزه کنید؟ مگه میشه با مرگ مبارزه کرد؟ پس چیکار میکردید؟ باهاش کنار میمدم. خیلی خوب، باش کنار بیایید. جایی رو نداره که بره. عجب، میگم شاید رفته خریدی چیزی. نه و حتما حالش به هم خورده بردنش بیمارستان. احسان کجا میری؟ بیمارستان.
سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. آقا شهرام نیستن؟ بفرمایید. بنده پدرشون هستم. امرتون. کی میان؟ شما امرتون رو بفرمایید. بنده کمک هستم. بله. بنابراین بود که ما اینجا یه کارخونه رو معامله کنیم. ایشون قرار بود که بله کارخونه یه جاده مخصوص کرج که مال احسانه استدام کنم. پس از قرار معلوم جنابالی هم در جریان هستی؟ بله، کارخونه بسیار بزرگ مجهز. خیلی شما اونجا رو دیدی؟ از قرار معلوم جنابالی چندان هم در جریان نیستید. قرار بر این بود که سند اون کارخونه به نام ما بشه و در عوض ما هم مقداری پول بپردازیم. بله، من فقط میدونم که سندش آماده است. فقط باید با آقای احسان صحبت بکنیم بریم مزار کار تمام بشه. البته این کار مربوط به پسرم میشه. یعنی میخوام بگین آقای احسان راضی به انجام معامله هست؟ راستش شهرام خیلی کارها رو خودش انجام میده. بچه بسیار زبر و زرنگیه. من تو کارش دخالت نمی کنم ابدا. این معامله هم کار خودشه. عزیز آقا یه چند چای برده بیار. اساسا اگه جوانا روپای خودشون وایسن خیلی خوبه. من به شهرام آزادی کامل دادم بتونه با چند تا معامله زندگی درخشانی داشته باشه. البته خدمتتون عرض کنم که تمام این صحبت‌ها اینی که ببخشید معذرت می‌خوام. من دارم زیادی حرف می‌زنم. اگر شهرام میاد من اینجا بمونم منتظرش. اگر نمیاد برم. نه چرا نه؟ چرا نه؟ اجازه بده همین الان زنگ می‌زنم فوری بیاد. شهرام دور اقا بست داهه تلفون نقد یاد و سانسر یاد مابنه منه چند آفی لده چی میدی؟ آقان دی ججور ندیره آقام دی؟ نه نه ایشی بار من نبیره. سلام آقا صبحون خیروز چیم؟ نه منه دیدیم دیدم من یخم یخسان؟ یا نه منه؟ نه 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 منه؟ خب دیدم ننه این اندانه شردون ها من یخم به هردستم نیست؟ پس کجاست؟ آها خیلی خوب هر وقت اومد بگو به من زنگ بزنه دیر میاد؟ پس مشتری بره؟ آها بعدن بیاد خیلی خوب خیلی خوب چخ دانش ماده اکاندم خیلی خوب آقا فهمیدم شهرام خونه هست بهش بگو اگر عجله نکنه معامله بی معامله فرید من نمیفهمم بالاخره شما میخواین بفروشین یا اینکه مردم رو سر کار گذاشتین گام مازم بیه گام ماز سر کار چیه؟ میخوام تشنش پول خوب بگیرم ازش میخواد بزخری کنه ناکس اساسا نبض اینجور مشتری یا دست من میاد خب صبونه بخورم بیام دیگه خیلی خوب نمیخورم چشم نرفته همون دوروبر داره کشیک میده چشم ندیر با هرون اولدوردی منی دیر سوبانه دیگه من نه خیر آقا پشت تلفن نمیگم آقا مرتضی هرچه سریعتر خودتو به بیمارستان برسون بله اتفاقی افتاده میخوام با شما صحبت کنم همین الان
دیوونه عجب کاری کرده. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خانم کاشفی رو آوردن اینجا؟ تازه شناختمتون. ایشون اومدن و رفتن. خب حالشون چطور بود؟ ناراحت و عصبی. سردرد هم داشتن؟ گفتم که با پای خودشون اومدن و رفتن. ببینم شما هنوزم دنبال بیماری ایشون هستید؟ نمیدونم شاید همون روزی که به بیماری مادرمو گفتیم بعد حقیقتو بهتون میگفتم، اشتباه کردم. مادرتون؟ شما احسان هستید؟ بله، من احسان سمیعی هستم. خانم کاشفی که میگفت شما مردید؟ نه، ول کنید آقای دکتر، قضیهش خیلی مفصل. اون فهمیده که شما پسرش هستید؟ بله، پری شب. آی خدا، لعنت به تو احمق. بله؟ با شما نیستم، با آقا مرتضی شوهر خالد هستم. آقای دکتر، اتفاقی افتاده؟ ما حضور شما میتونست به زندگی امیدوار بشه. عمرش طولانی تر میشد. میتونست شیرینی حضور پسرش رو حس کنه. یعنی الان نمیتونه؟ نمیتونم. شوهر خاله شما بهش گفته بود که مادرتون سرطان داره. بهشون گفته بودم که اگه بفهمه باید شمارش معکوس رو در روز مرگش شمرد. مردی که احمق. آقای دکتر، یه بیمار اورژانسی داریم. سرمستم و از هوش و خرد بیرونم، هم سفره عشق با دلی پرخونم. لیلی تو با من ز عشق تو مجنونم. شهرام تو اتاق مهنازم دراز کشیده بودم. یه روز جمعه نمیذارم بخوابیم. چه غلط ها، واسه آبچیمون شعر میگی؟ تو اتاق من چی کار داری میکنی؟ تو اینو واسه چی نگه داشتی؟ این کارت کجا بود؟ در کمود منو باز کردی؟ گفتم اینو برای چی نگه داشتی؟ همینجوری؟ مگه میشه؟ نبینم به این پسر رو به دیا. به تو چه ربطی داره فضول؟ به من چه ربطی داره؟ خیلی خوب، اگه به من هیچ ربطی نداشته باشه فکر کنم به بابا خیلی مربوطه. این که چیزی نیست آخه. چیزی نیست؟ خیلی خوب، من میرم به بابا بگم. تو بهش نمیگی؟ چرا، اتفاقا میگم. به جون بابا قسم میخورم اصلا باش کاری ندارم. اون از دست گل خوش شدهش که مال عد بوغه، مال روز خواستگاریه، کارت هم روش بود. پس دست گلش هم نگه داشتی. کلید این کمد کجاست؟ دیگه داری خیلی فضولی میکنی. محلش نمیذاری. اگه دیدیش حق نداری باهاش صحبت کنی، بچه پر روح.
خداییش اصلا جلو نمیاد، خیلی هم محجوب برخورد میکنه، اهل این حرف هم اصلا نیست. ازش دفاع میکنی؟ باریکلا باریکلا مهناز خانوم. چی شده که برای اولین بار داری خواهرتو تشویق میکنی؟ شعر گفته بود، خیلی خوشم اومد، داشتم بهش باریکلا میگفتم. مهناز و شعر گفتن؟ مگه چیه؟ فقط نقاشی نمیکشم که، بعضی وقتا شعرم میگم. خیلی خوب. البته خیلی قوی نیست. خیلی خوب، بخون ببینم. حفظ که نیستم، یعنی پس این چیزی که پشت سرت قایم کردی شعرهای مهنازه، نه؟ نه، یعنی آره. بخون ببینم. باشه. یا ل... سر بده من. بده من خودم میخونم. بده من. اوه، کیه زنگ میزنه با این عجله؟ بیا بگیر قایمش کن، بعدن خودم به حساب شهر را میرسم. دستت درد نکنه، بعدن جبران میکنم. فقط به من بگین کجاست، کارش دارم. چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینقدر عصبی هستی؟ میدونید این شوهر بی عقل و منطق شما چی کار کرده؟ او حرف دهنتو بفهم، این نفر دیگه تو محله مایی، بچه محله رو صدا میکنم یه فس با تک حسابی بخوری. مصطفی ساکت باش ببینم چی شده. اصلا فکرش نمیکردم. چی شده؟ فکرشو نمیکردم اینقدر بی عقل و بی منطق باشه این آدم. رفته به مامان من گفته که سرطان داری. امکان نداره. چرا گفته؟ آخه برای چی؟ از خودش بپرسین. دروغگو، تو میخوای آرامش خانوادگی ما را به هم بزنی، تو میخوای آشوب بپا کنی، اما من به ات اجازه نمیدم هر غلطی دلت خواست بکنی. ببین خاله. به من نگو خاله. مرتضی هر کاری بکنه این کارو نمیکنه. اون هیچ وقت بعد افسانه رو نخواسته و نمیخواد. باورتون نمیشه؟ از دکتر محمودی بپرس. اونم دروغ میگه. چرا؟ من اونجا بودم. بابا این حرفو زده. بفرمایید. اما قصد بدی نداشت. فقط میخواست به خاله افسانه بفهمونه که بعد به فکر خودش باشه. پس دلیلش منطقیه. کی دفاع میکنی خاله؟ از کسی که رفته سر زن دوم گرفته؟ من خودم دم خونه دومش دیدمش. شما دیگه شورشو در آوردین. ماما راسته که خاله سرطان داره؟